میتونم بخرم ولی نه میخرم نه میخورم. خب شما تا کی میخواین این کار رو ادامه بدین؟ والا تا وقتی که زورم برسه. من به بچه‌م پرتقال نمیدم، به شوهر مریضم هم نمیدم، خودم هم نمیخورم. شما خودتون جز کسایی بودین که میوه گرون شده و تحریم کردن تحریم کردن؟ بله شما. بله الان بازم حاضرین شما؟ بازم حاضرم واقعا. برای عید حتما برای من میوه نخریدم، فقط یک کیلو سیب برای عید نتونستم پیدا کنم. مگه میشه؟ مگه امکان داره مردم گوشت نخورن؟ گوشت که نخورن، پرتقال نارنگی که کیلو 6 تومن بخورن چی بخورن آخه؟ ماهی بخورن که گیر نمیاد. میرم میگه آقا آقایون پرتقال نخورن، گوشت هم که نخورن، پس الان نون هم که نه، پس هوا بخورن. من روزی 10 تا موز دارم، روزی 10 تا من خونم نارمکه، از نارمک بیام تا اینجا روزی 3 تا کرماشی میدم، درسته؟ روزی چقدر گوشت بگیرم؟ یه تومن گوشت بگیرم بخورم با 4 نفر 5 نفر. حال حاضر تورم فوق العاده از خارج به کشور ما تحمیل میشود، به طوری که از 2 سال پیش که قیمت‌های صادراتی نفت در کنفرانس تهران تعیین شد، ما به طور مداوم شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی بودیم. برای مثال کافی است که تذکر دهیم که در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است: گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، پشم 220%، آهنالات 200%، روغن نباتی 200%، الیاف مصنوعی 220%. این در اهواز الان اون باشگاه راه آهن، زمان باشگاه انگلیسا بود. هیچ فراموش نمی کنم اون روز این باشگاه نوشته بودن یه طرفش ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ قدغن. ما با سگ هم ردیف بودیم، ولی خب سگ هم بد چیزی نیست در هر صورت، ولی در هر صورت ما اونطور بودیم. سوار ترن می شدیم، ما رو می ذاشتن توی یک واگن دیگری، خارجی در واگن دیگری، تهران می آمده همطور بود. کرج که می خواستیم بریم، کرج احتیاج به یک اجازه مخصوص داشتی. فقر و بیچارگی و مرض و تیفوس و همه این چیزا تو این کشور بود. اسم اونم گذاشته بودیم پل پیروزی. پل پیروزی برای عده دیگری بود، برای ما که نبود. یعنی در کشور خودمون غریبه بود. به حساب نمیومد. امیدوارم این عقده های حق رو، بدبختی که اون روز داشتیم، امروز ما فراموش کنیم. What every country does. Sure, if torture is necessary, you torture. Not the torture in the old sense of torturing people, twisting their arms and doing this and that. But there are intelligent ways of questioning now. Well, they talk about psychological and physical torture. Physical, I don't believe. I talk not anymore. Maybe in the old days, maybe. I talked just today to a man whom I believe who told about torture. He was tortured? Yes. And you believe that he was tortured? Yes. How many years ago? Within, I want to be very careful, not yesterday. Ah, well, maybe. تهران در سال 1354 آلوده ترین شهر جهان بوده و بیش از نیم قرن که آلودگی هوا نفس تهرانی ها رو بند آورده. دود تهران به واسطه وفور این ماشین‌های گازوئیلیه، ماشین‌های دودیه، و اونم به هیچ وجه درست نمیشه مگر اینکه ماشین‌های گازوئیلی رو که در حدود 3 4 سال پیش خواستن بردارن. چیکار باید بکنن؟ شهر قطرهای زیر زمینی تر حلش. عوامل آلوده کننده هوا در درجه 1 اتومبیل‌ها و اتوبوس‌ها و تمام وسایل نقلیه است که در تهران، بعضی‌هاش به مناسبتی که خوب تعمیر نمیشه، احتراق ناکامل داره و دود میکنه. ارتش ایران در جنگ ویتنام حضوری محرمانه دارد. جدا از هواپیماهای نیروی هوایی ایران در آسمان ویتنام، برخی از نظامیان ارتش فارغ از کمک‌های لوجستیکی بر علیه چریک‌های ویتکونگ نیز دست به عملیات نظامی میزنند. مسئله‌ای که دولت هویدا طبق قانون باید لایحه آن را تقدیم مجلس میکرد، مسئله‌ای که رخ نداد. افسرانی که دوره خدمتشان
در ویتنام تمام شده به تهران باز میگردن. این آقایون در شرایط سختی با سربلندی و افتخار انجام وظیفه کردند و الان هم یه عده‌ای از افسران هستند که در اینجا باقی میمونند و بنده میخواستم مخصوصا در از موقعیت استفاده بکنم و به تمام خانواده افسران، اولا از تمام خانواده افسران، افسرانی که باز میکردن تشکر بکنم و از خانواده افسرانی که باقی هستند در اینجا اطمینان بدم که هیچ گونه خطر و هیچ گونه نگرانی برای افسرانی که هستند نیست و خود بنده و تیم سارسودیفی معاون هیئت نمایندگی ایران هم در اینجا موندگار هستیم و بنابراین با وجود این که اخباری رو ما میشنویم در روزنامه ها باید اطمینان داشته باشند که هیچ گونه خطری برای افسران ما اصلا در اینجا نیست.